فصل نهم. وقتی از محلی می‌گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو و در حوض سیلوها یعنی فرستاده چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند این همان شخص است، اما دیگران گفتند نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجاست؟ پاسخ داد: نمیدانم. آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد با آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند: این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. آنها باز هم از آن شخصی که نابونا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد: او یک پیامبر است. ولی یهودیان باور نمی‌کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند: آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت می‌دهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون می‌تواند ببیند؟ والدین آن شخص در جواب گفتند: ما می‌دانیم که او فرزند ما می‌باشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی‌دانیم که اکنون چگونه می‌تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرفای خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان می‌ترسیدند اینطور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلا توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نمایند. از این جهت والدین آن مرد گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را که قبلا کور بود احضار کرده گفتند: سوگند یاد کن که حقیقت را خواهی گفت، ما می دانیم که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد: این که او گناهکار است یا نه من نمی دانم، فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم. آنها پرسیدند: با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ جواب داد: من همین الان به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می‌خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می‌خواهید شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند: خودت شاگرد او هستی. ما شاگرد موسی هستیم. ما می‌دانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمی‌دانیم که او از کجا آمده است. آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیبی است که شما نمی‌دانید او از کجا آمده است، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می‌دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی‌شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می‌شنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمی‌توانست کاری بکند.
به او گفتند تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم می دهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کردن، او را پیدا کرد و از او پرسید، آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد، ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت، تو او را دیده ای و اون همان کسی است که اکنون با تو سخن می گوید. او گفت، خداوندا، ایمان دارم. و در مقابل عیسی سجده کرد. عیسی سپس گفت، من به خاطر داوری به این جهان آمدم، تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند، آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت، اگر کور می بودید، گناهی نمی داشتید. اما چون می گویید بینا هستیم، به همین دلیل هنوز در گناه هستید.